that for the second time we will be able to hear the violin of Mr. Talibzadeh, who is a player with the Belgium National Opera. National Opera, forgive me. And he's here. He played for us last night, and we're honored that he's accepted to play for us again solo tonight. He has also written a piece that he's going to perform for us as an ensemble with Giti Khosravi and Dr. Hassanpour later on. I will ask him to come on and introduce his piece himself. He can tell you a lot more about it in detail. Thank you.
طالبزاده خودشون قسمت بعدی رو معرفی میکنن چون یک سورپرایزی برای یکی از دوستان عزیز ما که اینجا حضور داره آقای دکتر خوشنام دارند و البته فکر میکنم ایشون متوجه شدن که این سورپرایز براشون هست ولی به هر حال خودشون معرفی میکنن. The piece that they are going to perform this evening is a surprise piece written on one of the poems that one of our dear colleagues who's helped very much in organizing the conference, Dr. Khoshnam, who's here amongst us. They've put music to his poem, which is a translation, and Mr. Talibzadeh will tell you more about it. It'll be accompanied by Gitti Khosravi's voice and Dr. Hasanpour's piano. در حقیقت این قطعه که ما اجرا میکنیم سه روز و نیمی پیش در حدود 4 روز پیش ساخته شده و اون هم با تلفن و فکس به خانم خسروی و به خانم حسنزاده. ما بجز این که امروز فقط فرصت یک ساعت تمرین چیز دیگه نداشتیم و این یک ساعت تمرین و اون بالا به هر حال من نمیخواستم اسم آقای دکتر خوشنام بیارم اینجا ولی میخواستم بعداً بهشون اینو بگم، یعنی بعد از اینکه اجرا کردیم میخواستم نامشون رو ببرم. ضمناً میخوام بگم که تعجب نکنید از هیچ چیزی چون ما یک ساعت فقط تمرین کردیم. تشکر. I'll just translate very briefly that Mr. Talibzadeh said he decided to make this surprise only 3.5 days ago. He wrote it 3.5 days ago. It's been going backwards and forwards with fax machines to between the three of them. They've only had 1 hour's time together as an ensemble to practice this afternoon. So he's saying it's a real surprise to them as well as to us who get to hear it. Thank you. Shukufar
کجا قصه توست، هر کجا قصه توست، دشت هایت همه آلوده به خون، آسمان بر تو شقانت همه در قار بات خود، دشمنانت همه از مر گیتو شد، زنگی تیغ به کف مست تیجانو، زنگیان تیغ به کف هر کجا قصه توست، هر کجا قصه توست، چه شد آن جنگل سبز کو جو سو یه فکر شد آن بی آن همه صفاست، چه گذشت این بلاست که رسید این بلاست.
تشکر از آقای خوشنام، دکتر خوشنام. تشکر کردید صحنه. این کار چهار نفره بوده. البته این کاری خواهد شد. ولی خوب شد که به هر حال بفرمایید. من واقعا غافلگیر شدم، یعنی نمیدانستم که این بنده جوانتر که بودم مثل همه جوانترها گاهی مرتکب شعر میشدم و این یکی از شعرهایی است که در آغاز هجرت تازه به در غربت زیر تأثیر همون درد مشترکی که همه ما داریم در واقع مرتکب شدم بنده و حالا میبینم که نه، واقعا اونقدر شاید بعد نبوده که حتی توجه هنرمند گرامی ما آقای طالبزاده رو هم که دوست دیرین بنده است جلب کرده. به حال از ایشون، از خانم ها و از همه شما متشکرم. مرسی. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از آقای طالبزاده که در طول سه روز و نیم با فکس و خانم خسروی و خانم حسن‌پور که این معجزه رو برای ما با یک ساعت تمرین اجرا کردن امشب. خیلی ممنونم. تشکر. قسمت آخر این نیمه اول با گیتار سیروس ملکوتی تموم میشه. سیروس ملکوتی سالها اینجا در آلمان زندگی میکرده، از ایران به دلیل انقلاب آمد به آلمان و مطمئناً دوستانی که با ساز او آشنا هستند به ابتکاراتی که اون با گیتار و سیم‌های اضافه‌ای که به گیتار آورده و اون رو مثل عود کرده، ساز قدیمی ایرانی، ممکنه آشنا باشن، وگرنه امشب سورپرایز خیلی خیلی قشنگی براتون هستش. خودش قطعه خودش رو معرفی میکنه و بیشتر در این رابطه توضیح میده. The last part of this first half will be our very dear friend Cyrus Malakuti, who used to be resident here in Germany for many years after the revolution. He now lives in England, in London. We're honored that he's managed to come here to perform the piece for us. He's an accomplished composer, musician. He understands the Iranian soul, of course, very well. He will explain about his piece. He's fluent in German since he's lived here, and I'm sure he'll be able to tell you more in German about his piece. Thank you. سلام به همه شما. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتون هستم و چند نغمه‌ای رو میتونم براتون بنوازم. مختصری میبایستی توضیح بدم راجع به قطعاتی که اجرا میکنم. دوستانی که کارهای من رو میشناسن میدونن من در کارهای خودم کمی رود درازی میکنم، قطعات من طولانی هستن و در این تنگنای وقت جا نمیگیرن و همین خاطر تصمیم گرفتم بخشهایی از آهنگهای خودم رو، کادنسهایی از اونها رو تقدیم حضورتون بکنم. قطعاتی که از 20 سال پیش تا کنون ساختم، بخشهایی که به هم شباهت دارن یا متأثر از همدیگه طی این سالها ساخته شدن. اولین قطعه‌ای رو که خواهید شدید، که البته قطع نخواهد شد،
ملودیس یا کادنسیس مربوط به قطعی به نام مرسی برای ساناز که 15 یا 16 سال پیش ساختم. بعد کادنسی هست از یک قطعه برای گیتار و ارکستر بزرگ که سال گذشته در لندن اجرا شد و در خاتمه کادنسی رو اجرا میکنم از قطعه قصه های اوین. البته بدین علت هست این تغییر در برنامه من که خانم زویا صادقی به علت بیماری که براشون پیش اومد نتونستن حضور به هم برسونن و در اطلاعی که دادن از همه شما عذر خواستن، از این چاره‌ای هم نداشتن، بستری در بیمارستان هستن. Ich muss auch ein bisschen auf Deutsch reden. Ich hoffe, dass ich immer noch am Deutsch reden kann. Das erste Stück, also das einzige Stück, das ich spiele, sind ausgewählte Kadenzen aus verschiedenen Kompositionen von mir. Das seit die älteste ist 16 Jahre und dann die neueste, glaube ich, 8 Jahre. نکته دیگه که میخواستم خدمتون عرض بکنم این که من آمادگی چندانی هم برای اجرای برنامه ندارم، چون خودم رو بیشتر متمرکز رو سخنرانی کردم. البته اگر فردا تشریف بیارین اونجا بهانه میارم که من بیشتر خودم رو متمرکز برای نواختن کردم. به هر حال متشکرم از لطفتون. Thank you.